خود اینجا هم اسم نداره. اون اینترنت دارن زدن نداره اصلا، اصلا اسم موزر از طرف دولت اسم داری نشده. حتی چند تا ما دیالیزی داریم، کلیهشون از کار افتاده. الان این خونه است یا؟ حمامشونه. اومدیم یه جایی خیلی نزدیک به تهران. چرا اینجوری معرفی میکنم؟ چون خود اینجا هم اسم نداره. تو اینترنت الان زدن نداره اصلا، اصلا اسم بوده از طرف دولت اسم داری نشده. هیچ اسمی هم نداره کنه. یه سری محدوده های کوچیک پراکنده و با فاصله از هم هم که توی هر کدوم از این محدوده ها یا به قول خودشون کلونیا ها 30 تا خونوار دارن زندگی میکنن. 150 تا خونوار الان اینجا محدوده مثلا اسلام آباد نظامی غیر از علایین. مثلا اگه علایین و فیروز آباد و با تشارک اسلام آباد نظام کنیم تقریبا 220 تا خونوادن جمعیتشون 1000 نفر. اصلیت همش پاکستانی بلوچ. دیگه اصلی ترین مشکلاتی که اینجا هست چی هست؟ ما اصلی ترین مشکلاتمون مثلا تحصیلات بچه هامونه. این مثلا بچه بره تحصیل کنه تو مدرسه فرهنگ جا بیفته مثلا فرهنگ سازی میشه. مال مثلا بچه های خودمون مثلا میرن تو شهر مثلا معلومه که این مثلا بلوچه یا پاکستانی هست. ما میخواییم این فرق نباشه. مثلا مدرسه میدی؟ بله. کجا میدی؟ همین مدرسه هستش. تو رای جهادی را انداختن مدرسه ثبت نامتون نکردن دیگه؟ خودمان مثلا دوست داشت این مدرسه بریم دیگه ثبت نام نمی‌کردم. هیچ مدرسه کلاس چندومی الان؟ الان پنجم. چند سالته؟ خب الان این کارت اقامت هایی که میگیرید کمکی میکنه بچه ها میتونن مدرسه ثبت نام کنن؟ مثلا اونایی که ما پارسال یعنی خود منم گرفته بودم پارسال گرفته بودیم بعد من خودم رفتم یعنی خودم رفتم چی اداره آموزش پرورش اینا خیلی هم پیگیر شدم که جوابی نگرفته بودیم. مشکل چیه الان چرا مدرسه دیگه ثبت نامتون نمیکنه؟ به خاطر کارت اقامت و اینا دیگه؟ من هم شما شناسنامه ندارین یا پاکستانی هستین مثلا؟ هر چقدر مشکل افغانستانی ها با کارت اقامت حل شد مشکل پاکستانی ها اینجا هم با اون کارت اقامتی که قراره بهش رو بدن یه تعدادی رو بده حل خواهد شد که حل نخواهد شد. یعنی مشکل اصلیشونه ماجرای تحصیل بچه‌ها. خیلی اومدن رفتن مثلا حتی مثلا وزیرا نماینده‌های مجلس خود سردار عام فدوی اومده بودن یه مثلا دستوراتی داده بودن ولی من هر کاری می‌خونیم مثلا میگن پیگیر هستیم ولی هنوز جوابی نگرفت. بهداشت و درمان فاجعه، چیزی برتر از فاجعه بیمه که طبیعتاً ندارن. اگر هم کسی میاد بهشون سر میزنه مقطعی جهادی و با فواصل زیاد و توی سطحی که دیگه ما میدونیم چه سطحی احتمالاً. ما اینجا من میشه آب تهران نداشتیم مثلا. ما اینجا آب چای استفاده میکنیم که اکثرا اینجا بچه‌ها مثلا خانم‌ها کلیه درد داشتن و حتی چند تا ما دیالیزی داریم کلیهشون از کار افتاده. بعد الحمدلله یه خورده پیگیری کردن بنده خدای بودن که پیگیری کردن و از طرف بخشداری مثلا چند تا منبعی 2000 لیتری گذاشتن و ترمایی تموم میشه همه هنگی زنگ میزنیم بیان آبراسانی میخورن. آبراسانی الحمدلله خوبه. سه اوم هم که اصلا ساخت ساز مثلا محدوده دیگه مثلا از طرف مثلا فرمانداری اینا مثلا گفتن فعلا ساخت ساز اینا نباشه. تخریب هم کردن شنیدم جایی. بله؟ یه چیزایی هم ساخته بودن گویا تخریب شده قبلا درسته؟ آره کم و زیادی مثلا چرا؟ منبع درآمد مردم چیه؟ مثلا منبع درآمد ما اصلیت مثلا بابا بزرگمون همش کشاورز بودن. الان در این زمان ما نصفشون کشاورزیم نصفشون هم مثلا تو کارخونه‌های مختلف کار می‌کنن. تا حالا مثلا کار می‌کردیم مثلا حساب غیر مجاز مثلا مثلا حقوقمون مثلا به جایی که مثلا 5 میلیون بدن می‌دادن 3 میلیون بیمه نبودیم و از این لحاظ حقوقمون پایین بوده. همین الان هستش کشاورزم ما الان کشاورزی کار می‌کنیم تو زمینای حضرت عبدالعظیم آستان حضرت عبدالعظیم کار می‌کنیم. بعد یکی دو نفر بنده خدایی هستن یعنی میان تو 200 هکتار میان اجاره می‌کنن آستان بعد ما اونا میدن به مثلا واسطه دیگه اونا میگه که دیگه میدن مثلا اجاره ما از اونا نصفه ای میگیریم که حساب میکنیم بعدم چیزی واسه ما نمیمونه. این که چه مشکلاتی دارن چه اتفاقاتی داره اینجا میفته پشت سر ما یه بخشش مشخص میکنه. این آقا پسری هم که داره میاد یه بخشش رو میکنم مشخص میکنه. کفشی دارن، لباسی دارن، نفتونه ای دارن، میسازن، خراب میکنن، نمیسازن، میمونن زیر بارون، این وضعیت عجیب غریب. بعد الان بحث هویتی و مدارک هویتی چجوری؟ کارت اقامت دارید همتون؟ هویت اینا که همون گفتم سردار فدوی اینا اومده بودن بعد دستورشون میدنیم
از بیت رهبری پیگیر شده بودن و بعد سردار پهلوی اینجا اومده بودن بازدید کرده بودن برای دستورات داده بودن. الحمدلله اون یه خورده مشکلش حل شده. به همینجا دنیا اومدیم ولی اصلا همینجا رو کشور خودمون می‌دونیم. آره دیگه الحمدلله تقریبا برج 5400 تقریبا 1800 نفر یعنی کارت اقامت گرفته بودن. از جایی میان واسه کمک، حالا چه گروهای جهادی چه سازمانی، کسی میاد اینجا؟ گروهای جهادی هم خیلی اومدن و رفتن. مثلا یه گروه جهادی اومده یه حداش همون ساخت و رفت. یه گروه جهادی اومده مثلا گفت آقا اینجا چند تا منبع آب میخوام، اینو مثلا 5 تا منبع آب آورد و رفت. همچین چیزا خیلی ما داشتیم. مثلا حالا این خونه است یا حمامشونه؟ امیدواریم که یه دردی حداقل ما نمی‌کنیم. هزاران کیلومتر برتر تو سیستان و بلوچستان رو به کرمان و خراسان جنوبی نه اینجاست. من صحبت کنم الان که همه شمالن مسئول و غیر مسئول ما در آخر لحظه بیاد بسیاری 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 بسیا